سلام به صفحه دوی آخر هفته، خوش آمدید. در هفته ای که گذشت همزمانی دو رویداد یک بار دیگر این سوال را پیش آورد که آنچه جمهوری اسلامی با اشتباه خواندن از آن عبور می کند چه هزینه هایی به دوش مردم یا حتی خود حکومت می گذارد. شلیک اشتباه از طرف یک ناو به یک ناوچه ارتش در یک مانور نظامی همزمان شد با تلاش برای بستن فضای ایران روی هواپیماهای خارجی. حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در سقوط به هواپیمای اوکراینی از دست داده میگوید جمهوری اسلامی برای تحقیقات درباره چگونگی شلیک به هواپیما همکاری نمی کند و برای همین او به دنبال جمع امضا برای ارائه به اتحادیه اروپا است که از این اتحادیه بخواهد تا زمانی که این همکاری صورت نگرفته پروازهایش بر فراز ایران را تعلیق کند. موضوع در فضای مجازی دوگانگی ایجاد کرده. عده‌ای میگویند بستن فضای ایران روی پروازها تنبیه جمعی ایرانیان است به جای حکومت. گروه دیگر میگویند باید برای پاسخگو کردن حکومت این کار انجام شود، حتی اگر مردم هزینه بدهند. این تحولات این سوال را ایجاد کرده که این به قولی اشتباهات خطای انسانی است یا خطای سیستماتیک؟ تا کجا به حکومت ایران باید فشار آورد و او را برای آنچه اشتباه می‌خواند پاسخگو کرد؟ اینکه حسن روحانی میگوید به مردم همه واقعیت را درباره شلیک به ناوچه خواهیم گفت تا کجا واقعیت دارد و چقدر می شود به گفته های حکومت در چنین مواقعی اعتماد کرد؟ در نهایت تکرار این اتفاقات آیا می تواند پایه های حکومت اسلامی را سست کند؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می کنیم با سه مهمان. قاسم شعله‌سعدی با ماست، البته الان در تصویر شما محسن میلانی رو می بینید، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک از تامپا با ما، قاسم شعله‌سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس از ایران با ما هستند و همینطور مهرداد خانساری مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی از لندن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان این برنامه. اجازه بدید از آقای میلانی شروع بکنم. آقای میلانی، خطای انسانی است یا خطای سیستماتیک این اتفاقات؟ با عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمانان محترم و عزیزتون و بینندگان عزیز، من فکر میکنم که بستگی داره چه اشتباهی رو شما بخواید درباره‌اش صحبت کنید. بعضی از این اشتباه‌ها اشتباه‌های سیاسی بوده، اشتباه‌هایی بوده که یه سری افراد کردن و یک سری اشتباه‌ها اشتباه‌هاییه که به نظر من از بطن نوع تصمیم‌گیری در ایران میاد. من فقط میخوام به دو تا مطلب کلی اشاره کنم و در طول گفتگو میتونم بیشتر اینو بشکافم. مسئله عمده‌ای که من میبینم در رابطه با تصمیم گیری در جمهوری اسلامی مسئله ایه که 41 سال ایران باش روبرو بوده و این دوگانگی قدرته. یعنی اگه شما برگردید به دوران اولی که آقای مهدی بازرگان حکومت میکرد، ایشون مرتب صحبت از این میکرد که یک دولتی در دولت تشکیل شده و اجازه نمیده که ما این تصمیمات خودمون رو به جلو ببریم و به نظر من حرف ایشون درست بود. حرفی هم که ناپلئون خیلی سالیان قبل زده بود این هم درسته که میگه اگر ما یک فرمانده بد داشته باشیم بهتر از دو فرمانده خوبه. ما این مسئله رو در این 40 سال اخیر دیدیم و امروز به خاطر فشارهای زیادی که به لحاظ بین المللی به ایران اومده باعث شده که این دوگانگی قدرت ایران رو به طرف جایی ببره که یک سری اشتباهات کلی در رابطه با تصمیم‌گیری‌های خودشون انجام. جالب آقای میلانی اشارتون، برای اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن ایران مملکتی است که یک صاحب داره، اونم آقای خامنه‌ایه، ولی شما میگید الان فرماندهی‌های دوگانه باعث این مشکل تایز. برمیگردیم به این صحبت بیشتر می‌کنیم، ولی آقای شعله‌سعدی نظر شما رو هم می‌خوام بدونم کوتاه، اگر هم می‌خوام همین سوالم هم از آقای خانساری بپرسم. با سلام به شما مهمانان عزیز و بینندگان گرامی. ببینید در یک کلام اصلا ایران سیستم نداره، همه چی دست شخص رهبره. اصل 110 قانون اساسی در 11 مورد وظایف و اختیارات رهبر رو احصا کرده. اولیش تعیین سیاست‌های کلی نظام است، دومیش نظارت بر حسن اجرای همین سیاست ها هست. ما الان مشکلاتی که داریم از هم سیاست های کلی نظام هست. یعنی معتقدید شلیک که مثلا به ناوچه و شلیک که به هواپیما هم در همین
حد و حدود در همین خطوط قرار میگیره؟ کلان قضیه که به هر حال دست آقای خامنه ای هست، کسی هم جرأت نداره به ایشون مثلا یه کنسل بده، چون فرض بر اینه که ایشون اعلم از همه هست و اصولا نظام ولایت فقیه نظام به اصطلاح مشاورت پذیر نیست، برای که فرض بر اینه که رهبر از همه بالاتر هست، سیاست میدونه، دیپلماسی میدونه، علم، همه چی. البته خود ایشون میگه که من انقلابی هستم و دیپلمات نیستم، که من در یه نامه به ایشون گفتم آقا اولا طبق قانون اساسی شرایط رهبری که تعیین شده در اصل 109 میگه باید مدیر مدبر آگاه به امور نمیدونم دارای بینه که صحیح سیاسی و اجتماعی باشه، یعنی شما باید دیپلمات باشی، باید سیاست مدار باشی. طبق موازین شرعی که میگه ائمه ساسة العباد، یعنی رهبران سیاستمداران جامعه هستن، اونم که موازین شرعی فرهنگ ادبیات ایران هم اونجوری که حافظ میگه رند آدم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک هستان که تدبیر و تأمل بایدش، اینم میگه باید آقا سیاستمدار بشی. خب کی به شما گفته باید انقلابی باشی و ملت ایران هزینه انقلابیگری شما رو بپردازه؟ صحیح. همه این مشکلات که ما داریم مال انقلابگری های خامنه ای هست که در واقع منافع ملی برای ایشون تعریف نشده، بلکه منافع ایدئولوژیک برای ایشون مطرح هست. بسیار خوب. بدید آقای خانساری هم نظرشون رو در مورد همین بگن. آقای خانساری نظر شما چیه؟ مشکل سیستماتیک هست یا شخصی است؟ خب به نظر من علاوه بر اون نکاتی که دوستان دیگه مطرح کردن، ضمن با عرض سلام به شما و همه بینندگان، علاوه بر اون مسئله این هستش که اشاره کردید به این مسئله، این ناوچه که بهش حمله شده بود، خب یک کمیته هایی قایتا برای بررسی اینجور مسائل و مسائل مشابه این در طول 41 سال قایتا تشکیل میشن، حقیقت یابی میکنن، قایتا اینها باید پیگیری بشن، پیگیری باید در یک به اصطلاح فضای شفاف و فارغ از هر نوع فساد باشه، مطبوعات آزاد باید بتونه این پیگیری ها رو دنبال بکنه تا این اتفاقات کمتر بشن. مثلا این اتفاقاتی که برای ناوچه افتاد که شما اشاره کردید، ممکنه در بریتانیا، در آمریکا، خیلی جاهای دیگه هم اتفاق افتاده باشه، ولی میرن تحقیق میکنن و سعی میکنن جلوشو بگیرن. چون ما در فضایی که ما در ایران داریم نه مطبوعات آزاد داریم که این مسائل رو تحقیق بکنه، نه فساد میگذاره که بیش از یک اندازه هر تحقیقی که صورت میگیره جلو بره، خب بدیهی است که جلوی اینجور مسائل گرفته نمیشه و این نوع اتفاقات تبدیل به یک رویه میشه که همراه با نداشتن مدیریت درست و سیستم بسته سیاسی که دنبال این هستش که افرادی رو که در اصل وابستگیشون به اون هیئت حاکمه بیشتره تا اون به اصطلاح اون کارآمدی‌هایشون، خب بدیهی است که این نوع مسائل ادامه پیدا میکنه و روز روز بدتر میشه. اشاره جالب کرده آقای خانساری اینکه این اتفاق ممکن هست جاهای دیگه هم بیفته، ولی اون کسانی که منتقد حکومت ایران هستن میگن که تواتر این اتفاقات خیلی زیاد شده ظرف ماهای اخیر، سالهای اخیر. حالا من اشاره بکنم، همکارم حسین باستانی یه مطلبی نوشتن راجع به شلیک به خودی که ظاهرا یک سابقه طولانی داره، در طول جنگ اتفاق افتاده، بعد از اون اتفاق افتاده. اینو در وبسایت میتونید کسانی که علاقمندان میتونن برن ببینن. اما بحث تواترش هست. اینطوری نیست آقای میلانی؟ به نظر نمیرسه که این دیگه از اون اتفاقاتی باشه که مثلا خیلی عادی باشه. اینکه ظرف مثلا 6 ماه دو تا شلیک که هر دوش هزینه انسانی زیادی رو دست جمهوری اسلامی باشه و هزینه آبرویی برای جمهوری اسلامی داشته. کاملا درسته. ببینید این اشتباهاتی که در رابطه با صحبت کردیم، مخصوصا در رابطه با مسائل نظامی، فقط ایران نیست. در جنگ 6 روز 1967 اسرائیل حمله کرد به یک کشتی آمریکایی و در این کشتی 34 آمریکایی کشته شد. البته اشتباه کردن، اونها اشتباه کردن. نکته مهم اینه که همه ارتش ها اشتباه میکنن. مسئله اینه که بعد از این که شما این اشتباه رو کردید چه خواهید کرد؟ اشکال جمهوری اسلامی هم همینه. بعد از اینکه اینها اشتباه میکنن، سعی نمیکنن با ملت بیان حرف حقیقت رو بزنن، بگن اشکال چی بوده و بعد کسایی که باعث این اشکال شدن رو از قدرت ساقط کنن. اما در رابطه با نکته خیلی دقیقی که شما گفتید، من هم فکر میکنم که در این 40 سال اخیر جمهوری اسلامی در این یک سال و نیم اخیر بیشتر از هر زمانی اشتباه کرده. چرا؟ و یک فکر میکنید چرا؟
من دلایل قدرت دوگانگی دو قدرت رو گفتم، اما یه مطلب به نظر من از دوگانگی قدرت هم بیشتره و این اینه که برعکس این حرفی که خیلی ها میزنن، من فکر میکنم که سیاست فشار حد اکثری آمریکا یه مقداری کاربردار بوده در ایران. به این معنا که جمهوری اسلامی رو خیلی نروس کرده، یعنی خیلی تشویش به وجود آورده. آمریکایی‌ها یه ضرب المثل خیلی قشنگی دارن، میگن اگه تو میخوای با کسی مذاکره بکنی مطمئن باش که زیر بغلت عرق نکنه، چون اگر مخالف ببینه ترتیب کار رو خواهد داد. من به نظرم جمهوری اسلامی در رابطه با دعوایی که با آمریکا داره در این یک سال نیم اخیر واقعا قدرت تفکیک کردنش از دست داده و داره اشتباه بعد از اشتباه میکنه و در این 41 سال اخیر هم بیشترین اشتباهات رو به نظر من در این یک سال و نیم اخیر. آقای شلسلی، نظر شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی ظرف ماهای اخیر اونطور که آقای میلانی میگند از حد و حدود خودش هم بیشتر اشتباه میکنه به خاطر اینکه تحت فشار آمریکاست؟ نه، ببینید از اول انقلاب چنین بوده. ببینید اول انقلاب آقای خمینی 3-4 تا موضع گیری کرد، یعنی صدور انقلاب، تشویق ارتش و ملت عراق به قیام علیه صدام حسین، تأیید اشغال سفارت امریکا و شعار محو اسرائیل. در دوران جنگ سرد که نظام بین‌الملل و اساس موازنه وحشت یا موازنه قدرت شکل گرفت و تا دیترنس و بازدارندگی حاصل بشه، این موضع‌گیری های آقای خمینی یعنی به چالش کشیدن سازوکارهای نظام بین‌الملل، نتیجهش هم جنگ 8 ساله بود که به ملت ما تحمیل شد و همه زیرساخت های مادی رو که از بین برد و تلفات انسانی غیر قابل جبرانی هم شما پای اشتباهات میگذارید؟ چون بعضی ها میگن اشتباه فقط این نیست که شما یک شلیک میکنید، یک هواپیما رو ساقط میکنید. تصمیمات اشتباه بلند مدت هم میتونه تاثیرگذار باشه. آیا شما اون جنگ رو هم اشتباه میدونید؟ بله، ببینید آقای خمینی که روابط بین الملل نمیفهمید یعنی چی، و این نظام اون وقت در واقع مشورت پذیر هم نبود. کسی که با آقای خمینی جرات نمیکرد که بگه آقا این کاری که میکنی غلط است، اشتباه است. لذا بعدم چون معیارشون منافع ملی نبود، شناختی نداشتن از اون دوران جنگ سرد، بالاخره این موضع‌گیری ها جنگ ایران عراق مسلما به لحاظ علمی جنگ موازنه قدرت هست، و بعدش این برنامه اتمی ایران و سیاست های کلان که در مثلا اصل 154 قانون اساسی هم منعکس است که میگه ایران حکومت عدل و حق رو حق همه دنیا میداند و باید دولت ایران در عین خودداری از دخالت در امور داخلی ملت‌ها، نمیگه دولت‌ها، از مبارزات مستضعفین در سراسر جهان علیه مستکبرین حمایت کنه. آخه ایران چیکاره است که باید این کار رو بکنه؟ سپاه قدس در چارچوب این قانون در واقع شکل گرفته که متهم به صدور تروریسم هستیم به خاطر این قضایه. این همه مشکلات تحمیل شده. آقای شلسلی، کسانی که از این رفتار حکومت ایران دفاع میکنن همواره بارها شنیدیم، به خصوص ظرف 7-8 سال اخیر بعد از دخالت ایران در سوریه، به هر حال حضور گسترده در منطقه، این رو بارها شنیدیم که اگر ایران در خارج از مرزهاش از خودش دفاع نمیکرد باید میامد داخل کشور از خودش دفاع میکرد. شما کلا میگید که این سیاست ایران سیاستی نبوده که برای ایران جواب بده، به هیچ نفع ایران نبوده. منظورتون اینه؟ مؤلف های قدرت که فقط بعد نظامی که نیست، که مملکتی که الان 8 گروه 9 هست در امور اقتصادی و مالی هرگز نمیتونه قدرت داشته باشه تو منطقه. یک برنامه چشمنداز 20 ساله های خامنه ای 15 سال پیش ارائه داده، قرار بوده در 1404 ایران قدرت اول منطقه باشه. الان باید 15 سالش گذشته، باید 75% از اهداف اون برنامه محقق شده باشه. الان ما به قهقرا رفتیم. الان ارزش پول ملی ما به نزدیک 1/3 سقوط کرده. تحت تحریم هستیم. یعنی آقای خامنه ای برنامه ای که ارائه میده ملزوماتش رعایت نمیکنه. نمیشه که شما به قدرت اول منطقه باشی اون وقت یه کاری بکنی که تحریم های اقتصادی بین المللی به تحمیل بشه. بله. و امروز گرفتار باشه. ولی دفاع اونها این هستش که خب ما تحت فشار نیروهای خارجی هستیم، تحت فشار آمریکا هستیم. دیدید همواره اینو میگن.
عیبی نداره، میگم که ما برای اینکه قدرت حتی دفاعی داشته باشیم باید اول از همه باید پول داشته باشیم. قبل از اینکه ما موشک داشته باشیم باید پول داشته باشیم، پول که نداریم. بنابراین الان که وضع دفاعی ما خوب نیست، که الان توی سوریه که ما همینجاش هم باختیم، که الان شدیم سیبلی برای حمله های اسرائیل و سودش هم داره روس ها میبرن. بنابراین ما هر کاری که داریم میکنیم که همش ضرر است برای ملتمون، که علتش هم اینه که ما در واقع منافع ملی تعریف نشده در ایران، فقط منافع ایدئولوژیکه. فکر میکنم که حالا با این کاراشون میتونن شیعه‌گری رو و خلاصه منویات ایدئولوژیک رو گسترش بدن، در حال که عکس این هست. لذا همه این سیاست ها غلطه. ما بویژه در بخش استراتژی و شناخت روابط بین الملل از اول انقلاب تا حالا اشتباه کردیم و موقعیتمون رو به شدت موجب افولش شد. آقای خانسر، شما با این ارزیابی موافقید؟ ایران در روابط بین الملل همواره اشتباه کرده یا اشتباهاتی داشته؟ خب ببینید، کارنامه سیاست خارجی ایران که کارنامه خوبی نیستش، که همین وضعیتی که ما امروز در دنیا داریم، این انزوایی که به هر حال ما در زندگی کردیم، این کاملا مشخصه. ولی مسئله اساسی اینه که یک عده‌ای از در ابتدای انقلاب بعد از اون به اصطلاح اون همبستگی که افراد مختلف، نیروهای مختلف داشتن که با هم انقلاب رو انجام دادن، یک عده‌ای بعد از اون خواستن که تمام اهرم‌های قدرت رو در کنترل خودشون بگیرن و یک سال یا شش ماه بعد از آغاز انقلاب دونه دونه تمام اون نیروهایی که میتونستن استعدادهای خوبی درشون وجود داشته باشه، همه اینها از گردونه کار خارج شدن و قدرت افتاد دست یک گروه به خصوص، بدون داشتن مدیریت صحیح، بدون داشتن شناسنامه درست برای اون وظایفی که یه مملکتی مثل ایران، یه مملکت پیچیده‌ای مثل ایران نیاز داره. شما اگر نگاه بکنید به 40 سال پیش، اگر شما با دید میشه گفت سازندگی به مسائل ایران نگاه بکنید، من خودم میدونم خیلی از دوستانم که میگن هر روز میگفتن آقا وضع از این نمیتونه بدتر بشه، در صورتی که در طول این 41 سال گذشته هر روز از روز پیشش بدتر شده. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه مدیریت درست نبوده، افرادی که باید در محل کار خودشون اون تخصص و اون چیزها رو داشته باشن نداشتن. حالا این از اقتصاد تا سیاست خارجی تا سیاست دفاعی تا هر مسئله‌ای که شما فکرشو بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت در یک محور خاصی محدود شده. همون هیئتی که با آقای خمینی اومدن 90 درصدشون امروز با این رویه‌ای که امروز مملکت اداره میشه شاید مخالف باشه و فقط مونده همون عده 10 درصدی که با آقای خامنه‌ای رو دنبال اونم منافع اونها مسائل رو دیکته میکنه و چون منافع اونها مطرحه و افراد دیگه قدرت شرکت در سازندگی در ایران ندارن، خب بدیهی است که اشتباهات صورت میگیره. حالا اشتباه میتونه تو سیاست خارجی باشه، تو سیاست دفاعی باشه و غیره. آیه میلانی، شما با این صحبت‌های آقای خانساری موافقین؟ ضمن اینکه واقعا اون بحث یادگیری از اشتباهات هم خیلی مهمه. وقتی که ما همواره میشنویم که یکی میاد میگه دولت قبلی اشتباه کرد، در دولت‌های ایران هم بارها اینو شنیدیم، هر دولتی که میاد سر کار کلاً دولت قبلی و تمام برنامه‌هاشو تقریباً نفی می‌کنه، میره سراغ یه برنامه کاملاً جدید. و با وجود این به نظر میاد که اشتباهات همواره تکرار میشه، از دولتی به دولت دیگه منتقل میشه، شکلش فرق کنه ممکنه تا حدی، ولی باز همون جنس اشتباهات همون هست. ببینید چرا؟ ببینید، اشتباهات همین الان اگه شما نگاه کنید در آمریکا که دولت دموکراتیک هست، سر مسئله کرونا بیشتر اوقات آقای ترامپ میگه اشتباهات آقای اوباما بود که ما اینقدر کشته دادیم، 85,000 تا کشته دادیم. بنابراین دولت ها این کار رو میکنن و جمهوری اسلامی هم در این 40 سال این کار رو انجام داده و یک رئیس جمهور اومده رئیس جمهور قبلی انتقاد کرده. اما در رابطه با سیاست خارجی، ببینید 40 سال سیاست خارجی رو من در 3-4 دقیقه نمیتونم براتون توضیح بدم، ولی آنچه که میتونم بهتون بگم اینه که من طرفدار مطلب واقع‌گرایی در سیاست خارجی هستم. یعنی من به نوع حکومت نگاه نمی کنم. من معتقدم که تمام دولت‌ها سعی میکنن که
سیاست خارجی خودشون رو در رابطه با بقای خودشون و در رابطه با گسترش قدرت جلو ببرن. و جمهوری اسلامی هم این کار رو در این 40 سال اخیر کرده. اشکال عمده‌ای که داره اینه که هرچند که امروز قدرت جمهوری اسلامی زیاد شده در منطقه، ممکنه شما خوشتون نیاد، ولی در هر صورت جمهوری اسلامی امروز قدرتی که در منطقه داره قابل مقایسه با قدرتی که ایران 10 سال قبل داشت، 15 سال قبل داشت، نداشت. اما مسئله عمده اینه که آیا اینها میتونن این قدرت رو نگه دارن در دراز مدت یا در حتی در کوتاه مدت؟ جواب این نه است. و دلیلی که جواب این نه است اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی سیاست‌های اسرائیل ستیزی خودش رو، سیاست‌های آمریکای ستیزی خودش رو ادامه بده و پای میز مذاکره نشینه و سعی نکنه مسائلش رو با آمریکا حل کنه، ایران قدرت نداره، قدرت نداره که با عربستان سعودی، با امارات عربی، با کشورهای دیگه و آمریکا اسرائیل بجنگه و در غایت آنچه رو که در این چند سال اخیر به دست آورده از دست خواهد داد. آقای شهرسعدی نظرتون رو بگین، چون به نظر میاد که مخالف بودید با این صحبت. اولا واقعیت اینه که ایران الان قدرت چندانی نداره. اینکه چهار تا موشک میتونه جایی بزنه این قدرت نیست. قدرت اونه که قدرت مالی، اقتصادی، سیاسی داشته باشه. ثانیاً دولت‌ها تو ایران که عوض بشه که چیز مهمی نیست. دولت رئیس جمهور فقط در حد تدارکاتچی هستن و در این 40 سال گذشته 10 سال اولش آقای خمینی حاکم بوده، 30 خورده هم سال هست که آقای خامنه ای هست. تغییر دولت که تأثیری نداره، برای که سیاست های کلان نظام دست رهبر هست. سیاست خارجی، اعزام نیرو به سوریه، برنامه اتمی، برجام، اینها از مصادیق بارز سیاست های کلان نظامی که مملکت ما رو بدبخت کرده. لذا این که حالا روحانی بره به جاش فرض کنید آقای بخوایم بحث اصلی رو بگیم که بحث اشتباهات هست. آقای شهرسعدی اینجا اگه بگیم که آقا اشتباهی صورت گرفته، مثلا در اعزام نیرو به سوریه اشتباه بوده، این نظر شماست، ممکنه که آقای میلانی نظر متفاوتی داشته باشن، آیا ایران تونسته از اون چیزی که حالا به نوعی فهمیده اشتباهه، یعنی اشتباهی که کاملا مشخصه، در مورد این یه مقدار به نظر میاد که اختلاف نظر هست، ولی بعضی اشتباهات هست که درش اختلاف نظر نیست، مثلا در مورد اینکه سد سازی ها یا درست بوده یا غلط، الان تقریبا مطمئن هستن که بسیاری از سدها وقتی زده شده برای در دوره بازسازی اشتباه ارزیابی شده، جای درستی نبوده، مشکل مثلا زیست محیطی که ایجاد کرده غیر قابل بازگشت هست. آیا برای اینها یک سیستم نظارتی دقیقی در ایران میتونه وجود داشته باشه که بلکه بیاد این اشتباهات رو تصحیح بکنه یا نه؟ ببینید، اگر که شما معتقد باشید به سیستم، وجود سیستم در ایران، اون وقت من باید یک پاراگراف باز کنم و بگم که این سیستم دوگانه است، مثل شوروی سابق، یعنی یک سیستم حزبی و یک سیستم اداری به موازات هم میرفتن. الان ببینید مثلا ارتش ما، سپاه ما، یعنی یه فرمانده راه خامنه ای منصوب کرده، در این حال یک نماینده رهبر هم در هم کنار اون فرمانده داره انجام وظیفه میکنه. یه استاندار داریم در یک استان، امام جمعه مرکز استان در کنار اونه. اتفاقا اونایی که منصوب هستن و متعلق و منصوب به رهبر و نهادهای انتصابی هستن قدرت زیاد دارن اما مسئولیت ندارن و آن چیزیش که دولتی هست وابسته به وزارت اونها و رئیس جمهور اینا هست. این چه ربطی به اشتباهات داره؟ این اشتباه به وجود میاره؟ اشتباهات جزئی، البته اینا اشتباه ایجاد میشه براشون، برای که مسئولیت ها لبس میشه و در واقع مسئول مشخص نمیشه. فرض کنید همین مؤسسات مالی و اعتباری که پدر مردم رو در آوردن، مردم رو هم غارت کردن، غارتگرها رفتن، بعد همین دولت از بیت المال، یعنی از جیب من و دیگران جبران کرد. آقای خامنه‌ای هم گفت که قضیه رو کش ندید، در حالی که باید بگو کش بدید و پدر صاحب بچه رو در بیارید، برای چی غارت کردن؟ لذا الان هم مردم رو تشویق کردن برن تو بورس. ببینید این شستا رو که الان وارد بورس کردن اصلا مال دولت نیست، دولت یه وقتی بدهکار بود و بابت بدهیش اینو واگذار کرده به صندوق بازنشستگان. حالا چرا دوباره دولت اومده؟ به خاطر که پول نداره، میخواد پولای مردم رو بگیره. مردم بیچاره هم نمیدونن این رو. الان هجوم آوردن برای خرید سهام در بورس، فردا این هم یک رشد بادکنکی میکنه
و حبابی میتره که اون وقت دوباره باید بزنن تو سر خودشون. خب دقیقا همین آقای سرول سعدی، من سوالم اینه، ما اتفاقا همین چند هفته پیش هم سوال برنامه داشتیم راجع به همین بورس و شستا. مردم تجربه اون در واقع مؤسسات مالی اعتباری در ذهن همه ما زنده است. چند سال پیش بوده، خیلی قدیم نیست که یادمون رفته باشه. تقریبا بسیاری از کارشناسان هم دارن هشدار میدن در مورد بورس، ولی باز بخش عمده ای از مردم میرن پولشون رو سرمایه گذاری میکنن در بورس. چطور این اتفاق میفته؟ من هم حالا از این فرصت استفاده میکنم به ملت عزیزمون هشدار میدم که آقای سهام رو نخرید، فردا بدبخت میشید. البته ما خیلی از کارشناسان دیگه هم داشتیم همینجا که گفتن این بهترین بازار هست. من بگم الان به عنوان اینکه نگه، حالا شما دارین جلوی فعالیت بورس رو میگیرید. آقای خالصانی، نظر شما رو بدونیم راجع به این. به نظر شما چی میشه که این اشتباهات تکرار میشه؟ همینطور که گفتم، مثلا مثالش رو همین الان زد. ببینید آقای میلانی اشاره کردن به مثلا آمریکا ستیزی یا اسرائیل ستیزی که باعث این شده که مسیر سیاست خارجی ما به یک راهی بره، یک راهی رو طی بکنه که این عاقبت نداره، برای اینکه نهایتاً ما باید با دنیا زندگی بکنیم. اتحاد جماهیر شوروی هم در مقابل آمریکا بود، ولی اینا با هم حرف می‌زدن، ارتباط داشتن، ضمن اینکه منافعشون کاملا متفاوت بود. ما تصمیم گرفتیم مثلا یک چنین برداشتی رو در روش خودمون نداشته باشیم، یا مسائل دیگه که آقای شورسدی هم به اونها اشاره کردن. ولی اصل قضیه این است که یک عده خاصی میخوان تمام آتوم‌ها تو دستشون باشه و بقیه در اختیارشون. این اصل مشکلی است که جامعه ما داره، و این اشتباهات ناشی از پیاده کردن یک چنین روشیه. حالا این با فساد و با به اصطلاح منافع یک گروه خاص، اینها در هم خورده و از بدتر و بدتر شده. شما صحبت اقتصاد میکنید، شما نگاه بکنید که ورود سپاه تو اقتصاد ایران، این اشتباه بوده یا اشتباه نبوده؟ چه جوری جلوی این رو میشه گرفت؟ چه نیروهای پشت این هستن؟ این آلیگارشی که در ایران وجود اومده رو چه اصلی؟ پس میفهمید اشتباه نیست دیگه، عمدیه. به طور مسئله عمدی نیست، مسئله اینست که این حاصل اون سیستمیست که در ظرف این 41 سال به طوری جلو رفته که امروز ما در یک شرایطی هستیم که در وضعیت فعلی در میان هیئت حاکمه، یعنی اون طیفی که با آقای خمینی روی کار اومد، 90% شاید به نظر من اینها روی بر اساس تجربیاتی که تو این 41 سال پیدا کردن میدونن که این راه و روش درست نیست، ولی اینها دارای قدرت و دارای اون به اصطلاح مجوز تصمیم گیری نیستن که بخوان این مسئله درست کنن. چرا؟ برای اینکه اون 10% که تمام آتواتو دستشونه و در رأسشون شخص آقای خامنه‌ای نشسته نمیگذاره. پس مسئله خطا نیست، مسئله اینست که یک منافع یک عده‌ای این در اصل اولویت داره روی منافع ملی و منافعی که باید برای نسل‌های بعدی ایرانی‌ها بتونه زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که اینا بتونن یه آینده‌ای داشته باشه. این مشکل اساسی است و این خطاها اغلب یا تمام به نظر من به هر حال ریشه‌اش در یک همچین وضعیتی است که ما باهاش در 41 سال گذشته روبرو بودیم. الان یه در واقع اختلاف نظری هست در مورد همین که منافع ملی و اینکه افراد در حوزه منافع ملی چطور عمل میکنن. در مورد حکومت جمهوری اسلامی خیلی ها ممکنه با شما هم نظر باشن. الان عده‌ای هستند که میگن مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هم با عملکردشون، با اینکه از مثلا آمریکا میخوان که ایران رو بیشتر تحریم بکنه، یا اینکه مثلا همین مورد آقای اسماعیلیون رو به نوعی در این دستبندی میبینن، که اینکه شما از اتحادیه اروپا بخواید که پروازها رو روی ایران ببنده، این در واقع برای تمام ملت ضرر و زیان داره و نه برای حکومت. شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا نباید از سازوکارهای بین المللی استفاده بشه علیه حکومتی که به قول شما اشتباهات متعدد داره و سعی هم نداره این اشتباهات رو تصحیح بکنه؟ ببینید به طور کلی فشارهایی که روی نظام وارد بشه در جهتی که نظام رو بتونه وادار بکنه که تغییر رفتار بده، خب این قابل قبوله. ولی مسئله این هستش که تمام اینها روی محاسبات درست انجام نمیشه. همین سیاست فشار ماکسیمم پرشر آمریکا در شرایطی که مثلا مملکت ما با این وضعیت کووید روبروه، یا مثلا ما حتی
مردم عادی از امکاناتی که مثلا بعد از جنگ اول خلیج فارس که با عراق بود برای مردم عراق مهیا کردن، یعنی تحریم بود ولی به هر حال یک امکاناتی بود که دارو و خوراک بتونه مثلا به دست مردم برسه، اون سیستم های مالی مانعی برای اونها نباشه. خب اینها هم اشتباهاتی است که از سوی خارج در خارج مرتکب شدن و این وضع رو بغرنج تر کرده. جواب صاف و ساده آره یا نه به این سوالی که شما کردید کار ساده ای نیست، ولی به طور کلی باید فشار بین المللی روی حاکمیت باشه با در نظر گرفتن شرایطی که مردم هم درش هستن. یعنی نمیشه 100% این ور ترازوی بذار دست کم در همین مناظره خودمون در این میزه گرد از آقای میلانی و آقای سوشال سعدی همین پرسم، آقای میلانی نظر شما چیه راجع به این موضوع؟ کدوم مطلب؟ همین که آیا باید از کشورهای خارجی برای اعمال فشار روی حکومت ایران استفاده کرد یا نه از اهرم‌های بین المللی؟ مثلا همین که الان مثلا میشنویم تحریم، عده‌ای خواهان تحریم بیشتر حکومت ایران هستن، عده‌ای خواهان بستن فضای در واقع پرواز روی ایران هستن برای اینکه ایران همکاری بکنه سر هواپیمای اوکراینی. ببینید، من به نظرم در رابطه با اینکه چطور باید روی تحریم ها یا فشارهای دیگه نگاه کرد، منافع ملی ایران رو از منافع جمهوری اسلامی باید جدا کرد. که متاسفانه طرفدارهای تحریم این رو با همدیگه از همدیگه جدا نمی کنند. شما موقعی که یک تحریم اقتصادی علیه 80 میلیون نفر میذارید، این فقط فشار روی جمهوری اسلامی نیست. موقعی که قدرت خرید 80 میلیون ایرانی میاد پایین، این فقط فشار به جمهوری اسلامی نیست. موقعی که شما اجازه نمیدید دانشجوهای ایرانی از ایران خارج بشن برن کشورهای دیگه تدریس بکنن، این فقط فشار به جمهوری اسلامی نیست، فشار به ایران به عنوان یه مملکته. برای من مهم نیست که این فشار از کی میاد، برای من مهم اینه که اگر دولت‌های غربی آمریکا با جمهوری اسلامی اختلاف داره، بیاد فشار بذاره روی جمهوری اسلامی. ولی خودتون نگفتید که فشار حداکثری تاثیر داشته. خب این همون فشاری هست که صحبتشو می‌کنیم دیگه. تاثیر منفی داشته. من هیچ مثبتی نمی‌بینم. موقعی که فشار حداکثری باعث میشه که ایران اشتباه پشت اشتباه بکنه، این کجاش به نفع ایرانه؟ موقعی که حداقل 50 تا 80 میلیارد دلار پول ایران از بین رفت، این رابطه به جمهوری اسلامی نداره. فردا هر حکومتی هم بیاد این مسئله براش مسئله است. موقعی که عراق به ایران حمله کرد، این جنگ جمهوری اسلامی دیگه نبود، دفاع از تمامیت ارضی ایران بود. برای خاطر همینه به نظر من در رابطه با سیاست‌های جمهوری اسلامی ما همیشه اینو باید در نظر بگیریم. ایران ماندگاره، جمهوری اسلامی ها آمدن و رفتن. منافع این دوتا رو باید از همدیگه جدا کرد. و اگر اجازه بدید من یک نکته کوچک هم خیلی تند عرض بکنم، چون دو بار آقای شعل سعدی اینو گفتن و من خیلی متعجبم. ببینید، از اسرائیل گرفته تا امارات عربی تا عربستان سعودی تا آقای ترامپ تا آقای پامپئو تا آقای رئیس جمهور اسبق آمریکا آقای اوباما، همه گفتن که آقا ایران یه قدرت منطقه‌ای شده. میگن این قدرت منطقه‌ای شده نه به نفع ایرانه نه به نفع منطقه است، ولی هیچ کی نمیاد بگه نه آقا ایران قدرت شده. اشکال اینه که چه قیمتی داده برای این پرقدرت شدن و آیا میتونه این رو نگه داره؟ که جواب من اینه که نمیتونه، به خاطر اینکه همونطوری که آقای پال کندی یک تاریخدان بسیار قابل انگلیسی در رابطه با امپراتوری‌های گنده گفته، زمانی که شما اقتصادتون نتونه اینقدر پرودوس بکنه، پروداکشن داشته باشه که گسترش قدرت شما رو نگه داره، شما از بین خواهید رفت. جمهوری اسلامی قدرت اقتصادی رو نداره که این گسترش قدرت خودشو در کوتاه مدت یا در دراز مدت نگه داره. به خاطر همین باید پای میز مذاکره بره با کشورهای منطقه، با اسرائیل و با آمریکا. آقای شعل سعدی،
خب ببینید، اولا راجع به تعریضی که جناب آقای دکتر میلانی گفتن، خودشون هم که در واقع پاسخ خودشون رو دادن، میگه قدرت اقتصادی نداره که بتونه قدرت نظامیش رو حفظ کنه. اگر صرفا قدرت نظامی موجب میشد که یک کشوری واقعا قدرت باشه، اتحاد جماهیر شوروی که بالاخره نمبر وان بود تو دنیا. اتفاقا یکی از دلایلی که ایران رو، جمهوری اسلامی رو از پا در میاره، هزینه های بیمورد نظامیش هست. و اما راجع به این تحریم ها که فرمودید، ببینید ما عادت کردیم که برای هیچ چیزی هزینه ندیم. آقا این ملت ایران میخواد به دموکراسی، به آزادی، به حقوق بشر، به این عدالت برسه، باید هزینه چه خود ملت ایران بده، نباید که ملت ژاپن و نمیدونم کره شمالی و کره جنوبی بده. این تحریم ها البته که به ملت هم لطمه میزنه، اما دولت رو مستأصل کرده. الان رفته 50 میلیون دلار از بانک جهانی قرض میگیره، 130 میلیون دلار از بانک توسعه اقتصادی، رفته 5 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول میگیره که بهش نمیدن. یعنی خودش رو به استیصال رسونده. نلسون ماندلا رو که دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه که در اینی که رهبری مبارزات ضد آپارتاید رو به عهده داشت، از دنیا درخواست مصرانه میکرد که رژیم پرتوریا رو تحت تحریم قرار بدن. همین تحریم ها بود که رژیم پرتوریا رو به تسلیم واداشت. من متاسفم که این تحریم ها گریبان ملت ما رو هم گرفته، اما این بخشی از هزینه است که ملت داره میده. به خاطر همین هست که چون دولت به خاطر این تحریم ها به استیصال رسیده، دو بار در دیماه 96 و آبان ماه 98 ملت حتی بدون اینکه رهبر داشته باشن قیام کردن. این تحریم ها الان هم بعضی بدتر کرده، حتی همین خود حکومت الان پیش بینی میکنه. شما فکر میکنید برآیند این اتفاقات، برآیند این همه این چیزایی که صحبتش کردیم، اشتباهات، تحریم، همه بحث ها، پایهای جمهوری اسلامی رو سست کرده؟ یا جمهوری اسلامی به سمت سقوط میره؟ من تحلیلی دارم که میگم که گفتم صراحتاً، گفتم همونطوری که آقای خمینی در نامه به گورباچف گفت که صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو شنیده، من مدت هاست که صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی رو شنیده هم. فقط دو تا عامل الان سبب بقای شده به نظر من. یکی آقای ترامپ که میخواد با این ایران حراسی بره یک تریلیون دلار قرارداد با عربستان ببنده، بعدم پاتریوتاش میخواد بکشه بیرون که دوباره قراردادهای جدیدی ببنده، و آقای نتانیاهو که متوسط سن دولت‌ها در اسرائیل زیر 2 سال بوده، الان 11 ساله که به خاطر ایران حراسی که درست کرده آقای نتانیاهو حاکم است. بنابراین یکی عامل خارجی آقای ترامپ و نتانیاهو هست که میخواد اینا بمونه. دوم این اپوزیسیون فشل که اولا هر کدومشون فکر میکنن که خمینی هم تکیه زدن به درخت سیب، و مثلا لوفتانزا هم میخواد آقایون بیاره در تهران در بغل امت همیشه در صحنه حزب الله قرارشون بده، و برای خودشون یه خیالاتی که میگیم آقا این اگر قرارم هست تحولی رخ بده، تو مملکت باید رخ بده. از دور که نمیشه این کارا رو شما فکر بکنید، مثلا خیلی خوشبینانه فکر کنید به نتیجه میرسید. به هر حال این اپوزیسیون فشل، ناتوان که فاقد یک تحلیل دقیق هست، اون موقعی که مردم اومدن تو خیابون و حکومت به خاطر استیصال مالی مجبور شده قیمت دلار رو 3 برابر بکنه، 3000 تومان بکنه، به خاطر بیپولیش بود. اون وقت در اونجا که مثلا اگر اپوزیسیون رو باید فراخوان نافرمانی مدنی و اعتصاب کنه و بگه مردم بنزین نخری، مردم رو تشویق میکردن که بیان تو خیابون، مردم اومدن و لته پار شدن. یعنی اینکه اپوزیسیون نمیفهمه که در چه شرایطی از تحلیل دقیقی نداره و سبب بقا شده. یکی شما ترامپ، اگر این دو تا مشکل حل بشه، من نظرم اینه که جمهوری اسلامی به یک سال نمیرسه به اصطلاح فروپاشیش. آقای خانساری شما چی فکر میکنید؟ که این بحران ها زمان گذار هست. فکر میکنید اشتباهات کار دست جمهوری اسلامی میده؟ ببینید در مورد اون استدلالی که فرمودن راجع به تحریم ها، در جنگ جهانی دوم موقعی که آلمان ها میومدن لندن رو بمبارون میکردن، چون یک مملکت یک دموکراسی بود، مردمی که آسیب میدیدن تظاهرات میکردن، میرفتن جلوی داونینگ استریت، جلوی چرچیل
میخواستن سر صدا بکنن که این چه وضعی است که ما از ما دفاع نمیشه و غیره و غیره. نیروهای هوایی آمریکا و انگلیس که میرفتن آلمان رو بمبارون میکردن، به خاطر نوع حکومتی که در اونجا بود و فقدان دموکراسی، مردم عادی رو بیشتر متکی به حکومت میکرد. در ایران این تحریم ها پاسخ ساده‌ای براش نیست که باید باشه یا نباید باشه، ولی در اثر این فشارهای فوق‌العاده زیادی که روی اقتصاد ایران اومده، مردم رو بیکار کرده، مردم رو ناتوان کرده، فقیرتر کرده، بیچاره‌تر کرده، از یک سوی دیگه مردم عادی رو بیشتر متکی به همین سیستم حکومتی کرده. اینها مسائلی است که باید در نظر گرفت. در ارتباط با سیاست منطقه‌ای ما، به نظر من باید این دستاوردی که تنها دستاورد این حکومت بوده، یعنی این نفوذی که ایران امروز در منطقه پیدا کرده، منافع دراز مدت ایران ایجاب میکنه که این منافع به یک نوعی حفظ بشن، نه اینکه اینا همینطوری از دست بدیم. باید سیاست‌هایی باشه که این رو نگه داره و فواید اقتصادی اون رو برای ملت ایران در آینده که یک نوع جبران این خسارات میتونه باشه رو مهیا بکنه، و اون راه و روشی است که آقای میلاری هم بهش اشاره کرده، یعنی باید یک نوع وارد مذاکره بشیم، باید این مسائلی رو که به دلایل که اصلا قابل توجیه نیستن بله. به وجود اومده رو ما حل شما کنیم. هم موافق حضور منطقه ای ایران هستید، ولی به نظر شما ایران اونجا کجا اشتباه کرده که الان به هر حال در اغلب کشورهای منطقه به نوعی دچار مشکل هست؟ مثلا در عراق تظاهرات ضد ایرانی برگزار میشه، در سوریه روسیه به نوعی ایران رو داره بیرون میکنه. در عراق تظاهراتی که میشه، درسته که یک مقدار شعارهاش ضد ایرانیه، ولی تظاهرات ضد آمریکایی هم میشه. تظاهرات علیه به خاطر فسادی است که در درون اون سیستم حکومتی عراق وجود داره و اون امکاناتی است که میدن، ولی مسئله اساسی تظاهرات اونقدر اهمیت نداره که آتوهای اصلی، اهرمهای اصلی کجا هستن. و ایران دارای یک نفوذی در عراق که این نفوذ رو به دست آورده، و علت به دست آوردن اون نفوذ هم این بوده که آمریکا یک صحنه رو گرفته، تخلیه کرده و اینها پر کردن. همون کاری است که در لبنان از 1983 بعد از اینکه نیروهای خودشون کشیدن بیرون، این زمینه رو فراهم آوردن. و در سوریه هم یک جنگی رو خارجی ها علیه دولت سوریه آغاز کردن که آمادگی پایان دادنشو نداشتن، و شرایطی رو ایجاد کردن که ایران و سوریه تونستن اون از این بابت برای خودشون بول بگیرن. به هر حال ایران و روسیه هر چقدرم که در رقابت باشن، یک نوع تفاهمی هم با هم در سوریه دارن، و این صحبت هایی که مثلا ایران با سوریه اختلاف دارین خیلی خیلی اگزاجر است. ولی مسئله اساسی اینه که برای حفظ این موقعیت، برای اینی که ایران این دستاوردی رو که به هر حال هزینه براش شده بتونه نگه داره، که در یک آینده ای اونم نه برای توسعه شیعه‌گری و غیره، برای کارهای اقتصادی، همون کاری که اروپایی‌ها میخوان بیان تو اون منطقه بکنن، آمریکا میخواد خودش بکنه، که ایران اونجا که هست بتونه استفاده بکنه، باید اون از این خطاهایی که در ظرف 41 سال برمیگرده، اون آمریکا ستیزی که با اشغال سفارت آمریکا شروع شد، یک درسی بگیره و یک راه روش دیگه رو اتخاذ بکنه. این خیلی موضوع جالبه، برای اینکه ما این تو این برنامه خاص هم، نه تو هر برنامه‌ای که با آقایون صحبت می‌کنیم با اغلب کارشناسان، این جان کلام برمیگرده به همین که ایران تا مشکلاتش رو با اسرائیل و آمریکا حل نکنه این وضع ادامه داره. و ما هم متهم میشیم به عنوان یک شبکه، که شما چون شبکه طرفدار آمریکا و اسرائیل هستید اینها رو میگید. من می‌خوام آقای میلانی، شما که استاد دانشگاه، شما که این در واقع استراتژی کار شماست، یه مقدار با زبان ساده‌تر توضیح بدید که چرا باید این اتفاق بیفته، و آیا اصلا چشم اندازی برای این اتفاق میبینید با وجود در واقع یک دولت ایدئولوژیک در ایران؟ اگر اجازه بدید من یک 30 ثانیه حتما. فقط به دو بیشتر از 30 ثانیه هم وقت داریم، بفهم. اول اینکه در رابطه با تحریم‌های آفریقای جنوبی، آقای مندلا، فرق اساسی بین این دو کشور هست. یه چیزی بین 15-18% سفید، کسایی که رفتن یک سرزمین سیاه رو کلونایز کردن، در اونجا حکومت میکردند، و موقعی که آقای مندلا برگشت و گفت تحریم کن، تحریم هایی که علیه ایشون شد اجماع بین المللی داشت، و من هم یکی از کسایی بودم که طرفدارش بودم.
این فرق داره با ایران، فرق داره با کشوری که میاد یک قرارداد برجام رو امضا میکنه، تحریم ها برداشته میشه و بعد یک کشور، یک ابرقدرت میاد به تنهایی تصمیم میگیره که از این برجام بیاد بیرون و تحریم میذاره. این یک. دوم، در رابطه با، من کاملا با حرفای جناب آقای خونساری موافقم و میخوام یه چیزم اضافه کنم. عراق در زمان صدام حسین حمله‌ای که به ایران کرد بدترین و خطرناکترین حمله‌ای بوده که بعد از مغول‌ها به ایران شده و اقتصاد ایران رو از بین برد، باعث کشتن هزارها آدم شد. همون کشور امروز طرفدار جمهوری اسلامیه. بله، کسایی هستن توش که مخالف جمهوری اسلامی هستن برای اینکه اونها طرفدار آمریکان، ولی همین که این خطر عراق از بین رفته، این یه موفقیته. حرفی که من دارم میزنم اینه که آقا، همونطور که آقای خونساری هم به دقت گفتن، یک سری اتفاقات افتاده. این اتفاقاتی که تو منطقه افتاده که باعث گسترش قدرت ایران شده، اینو باید نگه داشت. اما در رابطه با سوال شما، ببینید خانم، واقع‌گرایی، من موقعی که صحبت از واقع‌گرایی میکنم و سعی کردم سیاست خارجی ایران رو در رابطه با واقع‌گرایی تحلیل بکنم، در رابطه با مسائل جهانی هم همین واقع‌گرایی رو دارم. ببینید، دنیا اونطوری که ما میخواییم نمیره جلو. دنیا یه سری قوانین خودشو داره. هر کشوری باید نگاه بکنه که ببینه قدرتی که داره آیا با برنامه‌ای که داره جور هست یا نه. متاسفانه برنامه جمهوری اسلامی با قدرت جمهوری اسلامی و قدرت ایران به عنوان یک مملکت جور در نمیاد. آمریکا یک ابرقدرت بزرگه، اسرائیل یک کشوری پرقدرت در منطقه که اعراب هم آمدن دارن باش کار میکنن. سوالی که باید مطرح بشه در ایران، چطور ایران میخواد وارد جامعه بین المللی بشه؟ چطور ایران میخواد با مسائل اقتصادی خودش رو حل بکنه در زمانی که میخواد با عربستان بجنگه، با امارات عجمی بجنگه؟ خب اینطور آقای میلانی، معذرت میخوام صحبتتون قطع میکنم، چون خودتونم اشاره کردید ایران یه بار رفته سر میز مذاکره و آمریکا از اون مذاکرات، در واقع از این قطعنامه یا این قرارداد اومده بیرون. بحث اینه که اصلا اگه ایران بخواد، کشورهای دیگه، آمریکا و اسرائیل حاضرند که با ایران گفتگو بکنند و ایران رو، در واقع ایران جدیدی رو بپذیرند، یا نه اصلا اساسا به نفع اونهاست که این وضع ادامه پیدا بکنه؟ بستگی داره که آیا ایران حاضر یه سری تغییراتی تو سیاستهای خودش بده. مذاکره یعنی بده و بستون. شما نمیتونی، ایران نمیتونه سیاستهای فعلی خودش رو ادامه بده و توقع داشته باشه که آمریکا و اسرائیل هم بیان سر میز مذاکره. ببینید، برجام موقعی که امضا شد، دلیل عمده‌ای که من با برجام موافق بودم و هنوزم هستم اینکه یه مسئله اساسی بین غرب و ایران رو حل کرد. این مسئله اتمی ایران بود. ولی یه دلیل دیگه داشت من خیلی از برجام خوشم میومد. به خاطر این بود که کسایی که اینو امضا کردن فکر می‌کردن که در یه زمانی مثل 10 تا 12 سال ایران آرام آرام وارد جامعه بین‌المللی میشه. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که ما داریم، مهمترین مسئله برای جوان‌های ایرانی، بازگشت ایران به جامعه بین‌الملل. وگرنه نه ما مسائل اقتصادیمون رو میتونیم حل بکنیم و نه میتونیم این پیشرفت‌هایی که تو منطقه رو کردیم نگه داریم. برای بازگشت به جامعه بین‌الملل سیاست‌های منطقی ایران هم با تغییر پیدا کرده. خب بازین الان برمیگردیم به همون بحثی که ایران آیا از اشتباهاتش درس گرفته یا نه؟ آیا در اشتباهاتش در سیاست بین‌الملل درس گرفته یا نه؟ به نظر شما اگه کوتاه بگید. بله، من به نظرم اگر برگردید به 4 سال قبل، 5 سال قبل، من خوب یادم، من موقعی که می‌رفتم به واشنگتن به من گفتم آقا با ایران باید مذاکره کنید، حرفی که مخالفین به من می‌زدن همیشه می‌گفتن آقا تو خیلی به این مسئله دقت نمی‌کنی، آقای خامنه‌ای امکان نداره قبول بکنه این مذاکره. دیدیم که آقای خامنه‌ای قبول کرد و امروز هم به نظر من اگر شرایط درست باشه، اگر واقعا غربی‌ها بخوان وارد مذاکره با ایران بشن، نه اینکه بیان به ایران دیکته بکنن، بلکه وارد مذاکره بشن، حاضر بشن بده و بستون بکنه، ایران مجبور خواهد شد که سیاست‌های منطقی خودش رو عوض کنه و به نظر من این به نفع منافع ملی ایران هم هست. آقای شاد سعدی،
ببینید، ما هنوز هم یه تعداد زیادی کشور داریم که رژیم های دیکتاتوری دارن، ولی فقط دیکتاتور هم خنگ نیستن، منافع ملیشون رو تشخیص میدن. در ایران که اصلا منافع ملی تعریف نشده، فقط منافع ایدئولوژیک هست. این یه. دو، این که مثلا موقعی که تعارض بود بین اتحاد شوروی و امریکا، یه دو نظام کاپیتالیست و کمونیست، یک رهبر آگاه مثل خروشچف پیدا میشد در آستانه اون جنگ اتمی که ممکن بود جهان رو به فاجعه ببره، تئوری همزیستی مسالمت‌آمیز رو ارائه داد. آقای خامنه‌ای میگه ما یک لحظه هم با امریکا کنار نخواهیم اومد. حتی الان ببینید، کوبایا بعد از 50 60 سال رفتن به امریکا، همه مسائلشون حل کردن. آقای خامنه‌ای حتی اون نرمش قهرمانانه هم که کرد، محدودش کرد فقط به برجام، در حالی که فرصت استثنایی بود. حتی زمان اوباما تنها رئیس جمهور امریکا بود که رسما علیه سیاست اسرائیل و عربستان سعودی به نفع ایران موضع‌گیری کرد. باید بود واقعا ایران این اوکیزیون رو از دست نمیداد، همه مسائلش رو با امریکا حل میکرد. خب آقای خامنه‌ای رو فقط در این حد میتونید شما جلو برید، از اونم بیشتر حق ندارید. شد برجام هم آقای ترامپ اومد زد نابودش که تو رو. یعنی ما دوباره برگشتیم به نقطه اول. واقعیت این است که نه آقای خامنه ای چنین اراده ای داره که با امریکا بخواد کنار بیاد، مثل اینکه تابوی شده و برای لوتی خلاصه افته که مثلا منافع ملی رو تشخیص بده. ضمن اینکه همین موازر آقای خمینی هم داشت راجع به جنگ، همه گفتن آقا جنگ تمام کن، نهضت به صدا جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، دولت‌ها، دولت مردان، شخصیت‌های مختلف، آقای خمینی گفتن آقا جنگ تمام کن، نکرد. و موقعی که وزیر دارایی گفت وضعیت مالی کشور زیر صفره، گفت من حالا آبروم رو معامله می‌کنم به خدا، هر حرفی زدم پس میگیرم، با جام زهر نمیشم، قطعانه 598 رو میپذیرم. مترجم، ولی الان فکر میکنید هنوز به اونجا نرسیدیم در مورد آقای خامنه ای؟ یعنی کل کشورم نابود بشه، حاضر با امریکا اصلا کنار بیاد. و ما مشکلمون اینا هست. اینا این که میگم سیاست های کلان نظام مملکت رو به این روز انداخته، خب به خاطر فکت هایی که من دارم میگم، همجوری که یک ادعای بدون دلیل که نیست که. متوجه. آقای شانساری وقت کم، اجازه بدید خیلی کوتاه از آقای خانساری هم بشنویم. این حرفایی که جناب دکتر میلانی میزنه، اینا آرزوهای خیلی خوبی هست، ولی این که آیا در ایران این قابل استماع هست و کسی گوش به این حرفا میده یا نه، این بحث دیگرش که من که داخل کشور هستم میدونم که گوش شنوایی برای اینا نیست. ببینید آقای روحانی گفته که یا 2 میلیون آدم توی این کرونا کشته میشن یا 30 میلیون دیگه مثلا 2-3 ماه دیگه گرسنه میان تو خیابون. و همینجا میخوام استفاده کنم از صحبت جناب آقای خانساری، اینه که تحریم ها ملت رو به دولت پیوند بیشتر میده هم چیزی نیست. اینایی که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 قیام کردن، مگر گرسنگان نبودن؟ مگر حاشیه نشین؟ آقای خونساری وقت چون خیلی کمه، من میخوام حداقل یه دقیقه با آقای خونساری بدم. آقای خونساری بفهمید خیلی سریع. به نظر من اجبار باعث میشه که آقای خامنه‌ای، او هم این امکان به نظر من هست که بخواد تغییر عقیده بده و روشش رو عوض بکنه. از خطاها که صحبت میکنید، آقای روحانی به طور مثال مواضعی که در این 7-8 سال گرفته با مواضعی که 20 سال 30 سال پیش میگرفت فرق داره. اون به خاطر این نیست که دیده یه آدمی مثل او که اون سیستم، اون طرز تفکر راهی رو پیش نمیبره، تغییراتی داده که متاسفانه سیاست هایی که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش دنبال میکنن و نیروهایی که در سپاه تندرو هستن و اینها دنبال میکنن، مانع از این شده که این موفقیت رو برسن. پس یک عده‌ای متوجه اشتباهات شدن. آقای خامنه‌ای هم موقعیتش امروز موقعیت 20 سال پیش یا 30 سال پیش نیست. ایران امروز امکاناتش فوق‌العاده کمتر شده. حرفایی که مثلا آقای خاتمی چند شب پیش زد در ارتباط با آشتی ملی، در ارتباط با اینکه ما یک تحولی رو بدون اینی که بخواد خونریزی درش باشه، بدون این که بخواد نظام و انضباط مملکت رو به هم بزنه، رو باید به اون سمت بریم رو مطرح کردن در یک موقعیتی که مردم گوش شنوا قاعدتا باید داشته باشن. ولی همین صحبت ایشون مورد حمله از سوی عناصری که متصل به رهبری هستن شده. ولی به نظر من این روند نیست که میتونه ادامه داشته باشه و این
روندی است که به نظر من میتونه جواب بده و ممنونم. از خطاهای گذشته یک عبرتی که به درد آینده بخوره رو نصیب ملت ما بکنه. جان کلام این برنامه هم همین است که بلکه از اشتباهات عبرت بگیریم. ممنونم از شما آقای خانساری، آقای شله‌سری و آقای میلانی. متشکرم که در این بحث شرکت کردیم. ممنونم از شما. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.